توی این جلسه میخواییم با نمودارهای اینتراکشن دیاگرام آشنا بشیم. این نمودارها دید پویایی رو به ما نشون میدن. در واقع با استفاده از این نمودارها میتونیم بفهمیم که آبجکت هامون چطوری تعریف میشن و چطوری توی ساختار خودشون قرار میگیرن. بیاین یکم بیشتر راجع به دید پویا صحبت کنیم. دید پویای سیستم در واقع ارتباط بین اشیاء سیستم رو به ما نشون میده. و این ارتباط ها رو با کشیدن نمودارهای تعامل ما میتونیم ببینیم. به خاطر اینکه روابط و آبجکت ها رو زمانی که سیستم داره اجرا میشه رو کاملا برای ما توضیح میدن. یعنی زمانی که ما داریم نمودارهای اینتراکشن دیاگرام رو میبینیم، میتونیم این رو متوجه بشیم که سیستمی که ما داریم در برابر کارهایی که کاربر میخواد چه رفتاری رو داره از خودش نشون میده. توی سیستم ما داره چه اتفاقاتی میفته؟ اون اطلاعاتی که وجود داره رو چطور جابجا میکنن؟ اصلا اون آبجکت هامون چه شکلی به وجود میاد؟ پس تا اینجا ما به طور کلی با نمودار اینتراکشن دیاگرام آشنا شدیم. در جلسه بعد میخوام شما رو با انواع این نمودارها آشنا کنم.